بیایید فکر کنیم که شما حدود چهار کیلومتر بالاتر از سطح زمین هستین. راه برگشتی وجود نداره. اما زمانی که از هواپیما به بیرون میپرید، میبینید که زمین زیر پای شما چقدر زیبا به نظر میرسه. این فکر میکنید که ممکنه اونقدرها هم بد نباشه. پس تناب رو میکشید تا چتر نجات خودتون رو باز کنید و بدترین ترس های شما درست همینجا به حقیقت میپیونده. هیچ چتر نجاتی بیرون نمیاد و حالا شما با سرعتی در حدود 200 کیلومتر در ساعت به سمت زمین سقوط می شما فقط یک دقیقه فرصت دارید تا به زمین برخورد کنید. آیا کاری هست که بتونید برای نجات خودتون انجام بدین؟ چطور از سقوط بدون چتر نجات زنده بمونیم؟ هر بار که زندگی شما به چتر نجات وابسته باشه یک در هزار احتمال داره که چتر نجاتتون درست کار نکنه اما یک چتر نجات ناقص لزوما حکم مرگ شما رو امضا نکرده به گفته یه کارشناسان چتوازی، راز زنده موندنتون با نحوه واکنش شما ارتباط داره بدن خودتون رو توی چه حالتی باید قرار بدید آیا کاری وجود داره که بتونید برای کاهش سرعت سقوط خودتون انجام بدید و چرا فرود روی پشت بوم یک خونه بهتر از فرود توی آبه؟ اولین کاری که باید انجام بدید اینه که آرامش خودتون رو حفظ کنید. درست شبیه بسیاری از موقعیت بقا بهترین کار اینه که همه چیز رو آهسته کنید. تنفس خودتون رو کاهش بدید و از تهویه بیش از حد خودداری کنید. افکار خودتون رو کاهش بدید تا بتونید روی این مسئله تمرکز کنید و سرعت سقوط خودتون رو کاهش بدید تا روی زمین متلاشی نشید. باید بدن خودتون رو به شکل X یا علامت ضرب باز کنید برای انجام این کار ها و پاهای خودتون رو باز کنید قفسه سینه خودتون رو به سمت زمین بچرخونید و کمر و سر خودتون رو به سمت بالا خم کنید این کار مقاومت هوای بیشتری ایجاد میکنه و شتاب شما رو کاهش میده و به شما زمان میده تا مکان فرود رو انتخاب کنید مرحله شماره دو از فرود توی آب خودداری کنید اگرچه دریاچه زیر پای شما ممکن نسبت به زمین سخت نقطه فرود بهتری به نظر برسه اما احتمالا به همون اندازه کشنده است آب دقیقا مثل بتون فشرده نمیشه بنابراین سقوط توی دریاچه درست مثل این میمونه که توی یک پیاده رو سقوط کنید. مطمئنا شما میتونید موقعیت خودتون رو طوری تغییر بدید که تأثیر ناشی از برخورد رو کاهش بدید. اما حتی در این صورت هم ممکنه جون خودتون رو به طور کامل از دست بدید. بیهوش بودن زیر آب به زنده موندن شما کمکی نمیکنه. پس بیایید جای بهتری رو پیدا کنیم. مرحله شماره سه خودتون رو به نقطه بهتری برای فرود هدایت کنید برای حرکت به سمت پهلو دور از آب و به سمت هدف ایمنتر باید از یک تکنیک چتر بازی به نام ردیابی استفاده کنید دست ها و پاهای خودتون رو مقابل بدن خودتون بگیرید تا هنگام زمین خوردن بتونید اون رو هدایت کنید سه تا از بهترین گزینه های شما برای نقاط فرود باتلاق برف یا درخته چون همگی به شما کمک کنند سرعت شما کاهش پیدا کنه به عنوان مثال اگر قرار بود روی زمین سخت فرود بیاید سرعت سقوط بدن شما از 200 کیلومتر در ساعت به صفر کیلومتر در ساعت اون هم در عرض نیم ثانیه کاهش پیدا میکنه و با نیروی شتاب جانبی کافی به زمین برخورد میکنه تا شما رو فورا بکشه اما اگه قرار بود جایی فرود بیایید که نرمی بیشتری نسبت به زمین سخت داشته باشه میتونه سرعت سقوط شما رو کاهش بده انتخاب مکان فرود مناسب به طور قابل توجهی نیروی شتاب جانبی رو تغییر میده و شانس شما برای زنده موندن به همین بستگی داره اگه نمیتونید باطلاق برف یا درختی رو در نزدیکی خودتون ببینید بهترین گزینه بعدی شما اینه که به دنبال چیزی باشید که سقوط شما رو بشکنه مثل پشت بام یک ساختمون یا اتوبوس این ساختارها خیلی قوی نیستن برای همین وقتی با آنها برخورد میکنید میشکنن و مقداری از انرژی سقوط شما رو جذب میکنن مرحله شماره چهار روی پای خودتون فرود بیایید. حالا زمان تصمیم گیریه. شما نقطه فرود خودتون رو انتخاب کردید و حالا میخواید به اون برخورد کنید. بهترین راه برای انجام این کار اینه که انگشتان پاهاتون رو به سمت زمین بگیرید و روی اونها فرود بیایید. میدونم به چی فکر میکنیم. این کار دردناک به نظر میرسه و حق با توه همینطوره. اما ایده اینه که اگه با پاها به روی زمین فرود بیایید، بدن شما بیشترین زمان رو برای کاهش سرعت سقوط داره. استقونه های بلند پاهای شما مقدار زیادی از انرژی ضربه رو بیش از شکستن جذب میکنه. در اصل شما پاهای خودتون رو فدا می کنید تا بقیه بدنتون رو حفظ کنید. مرحله شماره 5 سر خودتون رو بپوشونید. درست پیش از فرود اومدن، سر خودتون رو پایین بیارید در حالی که انگشتای هر دست به هم قفل شدن آرنجتون رو جلوی صورتتون بگیرید تا از سر و گردن خودتون در برابر ضربه محافظت کنید دلیل اصلی مرگ افراد بر اثر سقوط از های بلند و پلها ضربه شدید به سره حتی اگر همه چیز رو درست انجام بدید اگر در زمان فرود با سر به زمین برخورد کنید قطعا زنده نمیمونید پس به سرعت موقعیتتون رو تغییر بدید این باید همه چیزی باشه که شما نیاز دارید هنوز اینجایی؟ حالا قسمت سخت اینجاست باید بفهمید کجا هستید و در اسرع وقت کمک بگیرید اما نگران نباشید این فقط یک ویدیوی آموزشی بود که کمک میکنه تا شما از این وضعیت زنده بیرون بیایید به این فکر کنید که توی شرایط دشوار چطور میشه زنده موند لنز پلاس رو دنبال کنید